سلام دوستان، شهاب جاسمی هستم و توی این قسمت از سری آموزش های یولر میخوام روشی رو بهتون نشون بدم که یک سلکشن قابل قبول و سریع رو بهتون بده. این روش در خیلی از موارد به خوبی استفاده از پنتول نیست، اما اگه به هر دلیلی نخواستید از پنتول استفاده کنید، وقتتون کمه، یا هر دلیلی که خودتون میدونید، میتونید از این روش استفاده کنید. اما قبل از اینکه به این روش بپردازیم، برای اینکه تفاوت این روش رو بهتر درک کنید، خیلی سریع روش های دیگر رو با هم بررسی میکنیم. خب قبل از هر چیز از این لایه با کنترل J یک دوپلیکیت میگیرم و روی بک‌گراند کلیک میزنم، از Adjustment Solid Color رو انتخاب میکنم و یک رنگ بین این دوتا قرار میدم، چون میخوایم تمام سلکشن ها روی این لایه اعمال بشه و بتونیم تفاوتش رو ببینیم و در این حال لایه اصلی حذف یا خراب نشه. خب ابزار اولی که میخوام باهاش تست کنم ماجیک وند هستش. با توجه به اینکه بک‌گراند مستاده هست، من روی پس زمینه کلیک میزنم، شیفت رو نگه میدارم و مجدد کلیک میزنم. با نگه داشتن شیفت شما میتونید محل جدید رو به سلکشنتون اضافه کنید و برعکس با نگه داشتن آلت میتونید کسر کنید. هدف ما اینجا فقط این باکس بزرگ هست واسه این آموزش و با هم میبینیم. زوم میکنم، کلید آلت رو نگه میدارم و روی این آیکون ماسک کلیک میزنم. چون ما بک‌گراند رو انتخاب کردیم، آلت رو نگه میدارم که سلکشن اینورت شه. خب ببینیم چه اتفاقی افتاد. وقتی که زوم میکنم میبینید که لبه ها به خوبی گرفته نشدند و یک جاهایی هم رنجه شدن. این روش خیلی مناسبی نیست اگه شما لازم داشته باشید که این جعبه تمیز بریده شده باشه. خب آندو میکنم. یک دور دیگه این مرتبه با استفاده از Quick Selection Tool جعبه رو انتخاب میکنم، Shift رو نگه میدارم و تمام محیطی که میخوام انتخابش رو درگ میکنم. بعد از اینکه کار من تموم شد، روی این ماسک بدون نگه داشتن Alt کلیک میزنم، چون خود باکس رو این مرتبه انتخاب کردم و ببینیم چه اتفاقی افتاد. به مراتب بهتر از Magic Wand هستش، اما کماکان میبینیم که برخی جاها این لبه ها زبر هست و یک جاهایی هم گرفته نشده، که خب خیلی مشکلی نیست، میشه با براش اونو برطرف کرد. اما ببینید قسمت های مثل این ناحیه لبه ها رنج شدن، یا این قسمت خیلی صاف نیست. میتونید از این استفاده کنید، اما کماکان بهتر هم میتونه بشه. آندو میکنم. خب این مرتبه با استفاده از Object Selection Tool محدودی جعبه رو انتخاب میکنم و ببینیم که هوش مصنوعی فتوشاپ چی کار میکنه. روی ماسک کلیک میزنم و کماکان شبیه به Quick Selection Tool عمل کرده، یک مقدار ضعیفتر و قسمت هایی که رنج بود کماکان رنج و تیز هست. آندو میکنم و این مرتبه از Select Color Range رو انتخاب میکنم، فازینس رو کاهش میدم، اطراف این رو انتخاب میکنم و با نگه داشتن کلید Shift درگ میکنم تا محدودی بیشتری و دقیق تری از Background انتخاب بشه. بعد از اینکه حس کردم به اندازه کافی انتخاب شده، با فازینس یک مقدار بازی میکنم و اوکی و مجدد ماسک اینورت. خب این قسمت ها میتونست انتخاب بشه با توجه به فازینس، ولی ببینید کماکان سلکشن خوب در نیومده. آندو میکنم، شاید مشکل از سلکشن من بوده باشه. مجدد سلکت کالر رنج و انتخاب پس زمینه و این بار فازینس رو افزایش میدم. نگران این قسمت هایی که داخل جعبه انتخاب میشن نباشی، چون اینها بعداً از طریق ماسک اصلاح میشه. آلت کلیک و خب این قسمت ها به صورت نیمه ترانسپرنت، این قسمت ها جدا مونده کلن و طبیعتاً این هم گزینه مناسبی واسه ما نیست. آندو میکنم و دیسلکت. سلکت آبجکت هم شبیه به همون Object Selection عمل خواهد کرد. منتظر تست کنیم با هم.
بله دیگه نیازی به تست بیشتر نیست، این لبه ها رو خوب گرفته، این لبه ها نه قسمت های رانجه شده، ولی خب بدک هم نیست. اندو دیسلکت. خب چی کار کنی؟ یکی از ابزارهای Object Selection، Quick Selection یا Magic Wand Tool رو انتخاب کنید، مهم نیست، و گزینه Select and Mask رو بزنید. من یه مقدار زوم بک میکنم، دقت کنید ترانسپرنسی روی 100% من اینو یک مقدار کاهش میدم که هم لایه اصلی ما یک مقدار مشخص باشه و هم اون رنگ بنفشی که روی پس زمینه گذاشتیم. با استفاده از Quick Selection Tool جعبمون رو انتخاب میکنیم، یک مقدار من سایز براش رو بزرگ میکنم و محدوده رو انتخاب میکنم، زوم میکنم که مطمئن شم تقریبا همه جا انتخاب شده، و چیزی از قلم نیفتاده باشه. این یه تیکه اضافه انتخاب شده، براشم رو کوچیک میکنم با نگه داشتن Alt، این رو از محدوده سلکشنم کسر میکنم و اوکی، همه چی اوکی شد. اما دقت کنید اگه من ترانسپرنسی رو 100% کنم، میبینید که لبه ها کماکان مثل کویک سلکشنی که توی صفحه اصلی داشتیم انتخاب شدن، برخی جاها کماکان بایستی رنجه باشه، باید رنجه باشه و همینطور هم هست. چی کار کنیم؟ دقت کنید توی آموزش قبلی ما واسه جدا کردن مو از یک سری آپشن ها استفاده کردیم، مثل Decontaminate Color که این قسمت هست، اما اینجا ما از Global Refinement استفاده میکنیم. گزینه اول که Smooth هست باعث میشه که قسمت هایی که خیلی سخت انتخاب شدن نرم بشن. ببینید نرم میشه، یک دست و یک نواخت میشه. الان سلکشن ما به این شکل بوده، اما زمانی که اسموث میکنیم نرم میشه. گزینه دوم فیور هست که دقیقا مثل فیوری که داخل سلکشن شما انتخاب میکنید، در واقع سلکشن شما رو بلر میکنه. هر چقدر که این عدد بیشتر باشه سلکشن شما بیشتر بلر میشه به هر دو سمت، هم به سمت بیرون و هم به سمت داخل. دقت کنید هر چقدر که این افزایش پیدا میکنه سلکشن ما بلر میشه. و گزینه سوم کنتراست هست که باعث میشه قسمت هایی که نرم هستند شارپ بشه، اما خب کار ما رو رنجه میکنه و خیلی تیز. با ترکیب اینها ما میتونیم یک سلکشن مناسب داشته باشیم. به عنوان مثال یک مقدار فیور میدم، یک مقدار اسموف که سلکشن ما از اون شیپ های کج و معوج تبدیل به یک شیپ تقریبا یک نواخت و راست بشه، و بعد با افزایش کنتراست سلکشن رو تمیز کنیم. فیدر یک مقدار بیشتر و کنتراست بیشتر. لبه ها رو ببینید، خیلی نرم انتخاب شدم. این قسمت اضافه میشه، مشکلی نیست و همه چی اوکیه. یک زمانی هست که شما میخوای که این یکی دوتا پیکسل هم انتخاب نشه، با Shift Edge یعنی جابجا کردن لبه ها شما میتونید انتخاب کنید که این محدودی سلکشن شما، محدودی انتخابی شما به سمت داخل کوچیک بشه، آب بره، یا به سمت بیرون گسترش پیدا کنه. به عنوان مثال اگه من عدد 5 رو وارد کنم به سمت بیرون گسترش پیدا میکنه، و وقتی که منفی 5 میزنم به سمت داخل کاهش پیدا میکنه. شما میتونید با استفاده از این اسلایدر به صورت چشمی انجام بدید، یا با وارد کردن یک عدد به عنوان مثلا منفی 3 سلکشنتون رو انتخاب کنید. خب اوکی میزنم، دقت کنید Output to New Layer with Layer Mask،
که خودش این لایه رو ماسک میکنه توی یک کپی جدید، Layer 1 Copy. خب Alt رو نگه میدارم و روی ماسک کلیک میزنم. ببینید هیچی از قلم نیفتاده، یک مقدار قوس اینجاست و یک مقدار قوس اون بالا، که شما میتونید این رو خیلی راحت چون جای مستقیمی هست سلکت کنید و با Alt Backspace هنگامی که رنگ سفید به عنوان Foreground انتخاب شده برگردونید. طبیعتاً دقت این روش به دقت استفاده از Pen Tool نیست، اما واسه اینکه کارتون خیلی سریع انجام بشه میتونید ازش استفاده کنید. خب این لایه رو با هم دیلیت میکنیم و یک دور تست میکنیم که ببینیم واقعا چقدر میتونه سریع و کارآمد باشه. فکر کنم یه چیزی حدود 30 ثانیه شد و سلکشن ما تکمیل شد. دقت کنید واسه اینکه تست کنید ببینید چیزی از قلم افتاده یا نه، همیشه Alt رو نگه دارید و روی این Layer Mask کلیک بزنید تا ببینید جایی یک زمانی مشکی نباشه. اگه مشکی بود داخل سلکشن شما حتما اون رو با رنگ سفید پر کنید و مجدد Alt کلیک. چون همونطور که میدونیم توی Layer Mask محدودی سفید رنگ به معنای قابل مشاهده و محدودی مشکی به معنای نامرئی هست و هر رنگی هم که بینابین باشه مثل خاکستری یعنی نیمه پیدا به این شکل که پس زمینه یک مقدار از پشت مشخصه و هر چقدر رنگ مشکی بیشتر باشه روی ماسک اون محدوده نامرئی و برعکس با رنگ سفید مرئی میشه. امیدوارم که این قسمت مورد پسندتون واقع شده باشه و به کارتون بیاد. نظر، سوال، انتقادات و یا پیشنهادات شما رو خوشحال میشم داخل بخش نظرات جویا بشم.